در حالی که منابع آژانس زدی فساد به مطبوعات درباره اتهام فسادکاری گروهی از کارمندان این اداره معلومات دادن و رهبری آژانسی بازداشت های اخیر را لطمه زدن به شن و آبروی این نهاد عنوان کرده است نزدیکان سردار پیشین ریاست تفتیشات آژانس ضد کروپسیا فیروز خلمرودزاده دست داشتن او را در فسادکاری رد می کنند نزدیکان این کارمند بازداشت شده آژانس ضد فساد که تنها به شرط صحبت بدون ویدیو و عکس راضی شدند در این قضیه نظر بدهند روز 19 می به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که حادثه اخیر آنها را از سرنوشت آینده فیروز خالمرادزاده به شدت نگران کرده است آنها میگویند در تمام یک ماه آخر بعدی بازداشت و اتهام فرزندشان به تقلب کاری و سوء استفاده از مقام بار هم به با او ملاقات نکردن و از تحولات اطراف پرونده او از مطبوعات و خبرهای پراکنده افراد مربوط به تفتیشات آگاه می شوند. تنها چیزی که برای آنها معلوم است این است که او با وکیل دفاع دولتی تامین شده است و مقامات بازشگاه غذایی را که خانواده برای خال زاده میبرند قبول میکنند مقامات تفتیشاتی چندین مراتبه به منزل آنها و به خانه خود فیروز آمده گفتند که آبسک کافتکاو میکنند ولی هیچ چیز نیافتند خبرها در باره خانه های بیشمار و مال و ملکی او اساسی ندارند میگویند نزدیکان خلمراد زاده آنها ادعا دارند که سرداری اکنون سابق ریاست تفتیشات آژانس ضد فیروس فیروز خلمراد زاده تا یک سال پیش اجاره نشین بود در یک پرونده جنایی که به خلمراد زاده نسبت داده می شود و جزیات آن را یک منبع تفتیشات بر آزادی شهر داد دعوای زن تلافروش با نام بررسی می شود این زن شکایت کرده است که بعدی بازداشتش با جرم فیروز خلمرزاده بر ایواز آزادی و 6 کیلو طلا طلب کرده بود این اطلاع را نیز مقامات تا حال رسما تصدیق یا تکذیب نکردند یکی از نزدیکان خلمرزاده گفت حالا یک زن تلا فروش در نسبتی وی زبان خط داده او را ایدار کرده است که گویا فیروز از وی طلا گرفته باشد آنها میپرسند که چرا تفتشات از آن زن نمیپرسد که این شش کیلو طلا را از کجا یافته است فیروز مثل هر شب هر برای همسرش به و آرایش او تلاواری خریده است که در هر خانه هر زن تاجیک دارد ولی 6 کیلو طلا کجاست این همه اساسی ندارد میگوین آنها فیروز خالمرادزاده از اولین بازداشت شده های پرونده مربوط به خادمان سابق و عمل کنندی آژانس زدی فساد است که اسمش در مطبوعات هنوز یک ماه پیش نشر شد منابع رادیو آزادی در ساختارهای تفتیشاتی گفتند که خال مرازاده از روی ماده های قلابی و سوی استفاده از مقام تخمینا روز 20 اپریل دستگیر شده است و در جریان بازپرسی و گویاکاری او از روی چند پرونده از جمله قضیه صاحبکار زندانی زید سعیدوف که 29 سال زندان محکوم شده است سنجیده می شود.